أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اشراف و بزرگان از قوم او که سرکشی می کردند گفتند ای شعیب، قطعا تو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر و دیار خیش بیرون خواهیم کرد یا اینکه به آیین ما باز گردید. شعیب گفت آیا باز گردیم اگرچه از آن کراهت داشته باشیم؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اگر ما به آیین شما باز گردیم بعد از آن که خدا ما را از آن نجات داد، به تحقیق بر خدا دروغ بسته ایم و شایسته ما نیست که به آن باز گردیم مگر آنکه الله پروردگار ما بخواهد، زیرا علم و دانش پروردگار ما بر همه چیز احاطه دارد. ما بر خدا توکل کرده ایم، پروردگارا میان ما و قوم من به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. و اشراف و بزرگان از قوم او که کافر بودند گفتند اگر از شعیب پیروی کنید قطعا شما زیانکار خواهید بود. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آنگاه زلزله شدیدی آنها را فرا گرفت، پس در خانه های خود از پا در آمدند. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. آنان که شعیب را تکذیب کردند چنان نابود شدند که گویا هرگز در آن دیار و خانه ها نبوده اند، و آنان که شعیب را تکذیب کردند خود زیانکار بودند. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. آنگاه شعیب از آنان روی گرداند و گفت ای قوم من، براستی من پیام های پروردگارم را به شما رساندم و برای شما خیر خواهی و نصیحت نمودم، پس چگونه بر گروه کافر افسوس بخورم؟ و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
و ما در هیچ شهر و دیاری پیام بری نفرستادیم مگر اینکه اهلش را به رنجها و سختیها گرفتار ساختیم شاید تضرع و زاری کنند. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. سپس به جای ناخوشی و بدی خوشی و نیکی آوردیم تا اینکه افزون شدند و گفتند بیگمان به نیاکان ما نیز رنج و راحتی رسیده بود، پس ناگهان آنها را در حالی که بیخبر و غافل بودند گرفتیم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند قطعا درهای برکات از آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم، ولکن آنها آیات و پیامبران ما را تکذیب کردند، پس ما نیز آنها را به کیفر آنچه انجام می دادند فرو گرفتیم. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا اهل این شهرها و آبادیها ایمن هستند از اینکه عذاب ما در شب هنگامی که خفته باشند سراغشان بیاید؟ او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون. آیا اهل این شهرها و آبادیها ایمن هستند از اینکه عذاب ما در روز هنگامی که سرگرم بازی هستند به سراغشان بیاید؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آیا آنها از مکر و گرفت خدا در امانند در حالی که جز زیانکاران کسی از مکر و گرفت خدا ایمن نمی شود؟ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. آیا برای آنان که زمین را پس از نابود کردن اهلش به ارث می‌برند روشن نشده است که اگر بخواهیم آنها را نیز به کیفر گناهانشان هلاک می‌کنیم و بر دل‌هایشان مهر می‌نهیم آنگاه آنان نمی‌شنوند؟ تلک القرآن قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اینها شهرها و آبادیهایی است که برخی از اخبار آن را بر تو حکایت می‌کنیم و محققاً پیامبرانشان دلایل و معجزات روشن برای آنان آوردند، پس هرگز به آنچه از پیش تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند،
این گونه خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد. و ما وجدنا لأكثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. و در بیشترشان وفای به عهد نیافتیم و به راستی بیشتر آنها را نافرمان یافتیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سپس بعد آنها موسی را با آیات و نشانه‌های خیش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم، آنگاه آنها به آن آیات ستم کردند و کافر شدند. پس بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود. و قال موسی یا فرعون اینی رسول من رب العالمین. و موسی گفت ای فرعون، من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیان هستم. حقیق على الا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببینة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. سزاوار است که جز سخن حق بر خداوند نگویم، به تحقیق من دلیل و معجزه ای روشن از پروردگارتان برای شما آورده ام، پس بنی اسرائیل را با من بفرست. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون گفت اگر معجزه ای آورده ای آن را بیاور اگر از راست گویانی. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پس موسی عصای خود را انداخت، ناگهان آن اژدهای آشکار شد. و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین. و دست خود را از گریبان بیرون آورد، پس ناگهان آن سفید و درخشان برای بینندگان بود. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. اشراف و بزرگان از قوم فرعون گفتند به راستی این شخص جادوگری ماهر و داناست. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس چه فرمان میدهید؟ قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. آنگاه به فرعون گفتند او و برادرش را بازداشت کن و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست. يأتوك بكل ساحر عليم. تا همه ساحران دانا و ماهر را به نزد تو بیاورند. و جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كن نحن الغالبين. و ساحران نزد فرعون آمدند گفتند آیا اگر ما پیروز شدیم پاداشی برای ما خواهد بود؟ قال نعم وانكم لمن المقربين.
فرعون گفت آری، به تحقیق شما از مقربان خواهید بود. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. روز موعد فرا رسید، ساحران گفتند ای موسی، یا نخست تو عصای خود را بیفکن یا ما ابزار خود را میفکنیم. قال القوا، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. موسی گفت شما بیفکنید، چون ابزار خود را افکندند چشم های مردم را افسون کردند و آنها را ترساندند و سحر عظیمی پدید آوردند. و اوحینا الی موسی ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون. و ما به موسی وحی کردیم که عصای خود را بیفکن، پس ناگهان آن عصا به صورت اژدهایی در آمد، آنچرا که به دروغ برساخته بودند می بلعید. فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون. آنگاه حق آشکار و پیروز شد و آنچه آنها ساخته بودند و انجام می دادند باطل گشت. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. پس در آنجا فرعون و فرعونیان همگی مغلوب شدند و خار و زبون باز گشتند. و القی السحرة ساجدين. و ساحران به سجده افتادند. قالوا آمنا برب العالمين. گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. رب موسی و هارون. پروردگار موسی و هارون. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید، قطعا این دسیسه و نیرنگی است که در شهر اندیشیده اید، تا اهلش را از آن بیرون کنید، پس به زودی خواهید دانست. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین. البته دست هایتان و پاهایتان را به خلاف یکدیگر خواهم برید، سپس همگی شما را بردار خواهم زد. قالوا انا الى ربنا منقلبون. گفتند پس از شهادت ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. و ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین.
و تنها انتقام تو از ما به خاطر این است که ما به آیات پروردگارمان هنگامی که به سوی ما آمد ایمان آوردیم. پروردگارا بر ما صبر و استقامت فروریز و ما را مسلمان بمیران. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. و اشراف و بزرگان از قوم فرعون به او گفتند آیا موسی و قومش را رها می کنی تا در زمین فساد کنند و تو و معبودانت را واگذارند؟ فرعون گفت به زودی پسرانشان را می کشیم و زنانشان را زنده نگه می داریم و بیگمان ما بر آنها چیره و مسلط هستیم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسى بقومش گفت از خدا یاری بجویید و صبر و استقامت پیشه کنید، همانا زمین از آن خداست، به هر کس از بندگانش که بخواهد آن را به میراث می‌دهد و می‌بخشد و عاقبت نیک از آن پرهیزگاران است. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. قوم موسی گفتند پیش از آن که به سوی ما بیایی آزار دیده ایم و بعد از آن که نزد ما آمدی نیز آزار می‌بینیم. موسی گفت امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین سازد، پس بنگرد چگونه عمل می کنید. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. و به راستی ما قوم و نزدیکان فرعون را به قحط سالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم شاید که آنان پند گیرند. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پس هنگامی که نیکی و نعمت به آنها روی آورد گفتند این حق ماست و اگر بدی و رنجی به آنها می رسید به موسی و کسانی که با او بودند فال بد می زدند. آگاه باشید همانا فال بدشان فقط به نزد خداست و به کیفر گناهانشان می باشد، ولیکن بیشتر آنها نمی دانند. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. و گفتند هر چرا که از نشانه و معجزه برای ما بیاوری تا ما را بدان جادو کنی ما به تو ایمان نمی آوریم. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ والقمة
الرمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پس عذاب و بلاهای آشکار از قبیل طوفان و ملخ و شپش و قورباغه‌ها و خون را که هر کدام معجزه و نشانه‌های روشن و جدا جدا بود بر آنها فرستادیم، باز سرکشی کردند و گروهی گناهکار بودند. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. و هنگامی که عذاب بر آنها واقع می شد می گفتند ای موسی پروردگارت را برای ما بخوان، به آنچه به تو وحی به عهد کرده است، اگر این عذاب را از ما برطرف کنی قطعا به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. پس هنگامی که عذاب را تا مدت معینی که آنان به آن می رسیدند از آنها برطرف کردیم، ناگهان پیمان شکنی کردند. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. پس از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق کردیم، زیرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. و شرق و غرب زمین را که در آن برکت داده بودیم به گروهی که ناتوان شمرده می شدند به میراث دادیم و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که کردند تحقق یافت و آنچه فرعون و قوم او می ساختند و آنچه را که بر می افراشتند در هم کوبیدیم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. و ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم، آنگاه بر گروهی گذشتند که اطراف بت‌های خود با تواضع و فروتنی گرد آمده بودند، گفتند ای موسی برای ما نیز معبودی قرار ده همان گونه که آنها معبودهایی دارند. موسی گفت حقا شما گروهی نادان و جاهل هستید. این
هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بیگمان اینها عاقبت کارشان نابودی است و آنچه انجام میدادن نیز باطل است. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. سپس گفت آیا غیر از خداوند معبودی برای شما بجویم در حالی که او شما را بر جهانیان برتری داد. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. و به یاد آورید زمانی را که شما را از فرعون و فرعونیان نجات دادیم، آنها پیوسته شما را به بدترین صورت شکنجه می دادند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده نگه می داشتند و در این برای شما آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. و با موسى 30 وعد نهادیم و آن را با 10 دیگر کامل کردیم، پس میعاد پروردگارش با او 40 تمام شد و موسى به برادرش هارون گفت جانشین من در میان قوم من باش و آنها را اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی نکن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. و هنگامی که موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خودت را به من نشان بده تا به تو بنگرم. فرمود در دنیا هرگز مرا نخواهی دید، ولیکن به کوه بنگر، پس اگر در جایش ثابت ماند تو نیز مرا خواهی دید. پس چون پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد آن را متلاشی ساخت و موسی بیهوش افتاد. پس هنگامی که به هوش آمد عرض کرد تو پاک و منزهی، من به سوی تو بازگشتم و توبه کردم و من نخستین مؤمنانم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خداوند فرمود ای موسى من تو را با پیام هایم و با سخن خود بر مردم برتری دادم و برگزیدم،
پس آنچه را به تو داده ام بگیر و از سپاس گزاران باش. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لکل شیء فخذها بقوة و امر قومک یأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. و برای او در لوح ها هر گونه پند و تفصیل و بیان هر چیز را نوشتیم و به موسی فرمودیم پس آن را با نیرومندی و جدیت بگیر و به قومت فرمانده تا به نیکوترین آن عمل کنند و به زودی جایگاه و سرای نافرمانان را به شما نشان خواهم داد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. به زودی کسانی را که به ناحق در روی زمین تکبر می‌ورزند از آیات خود باز می‌دارم و اگر هر نشان ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند و اگر راه هدایت را ببینند آن را در پیش نمی‌گیرند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را برمی گذینند. این بدان خاطر است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون. و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند اعمالشان تباه و نابود شد، آیا جز آنچه را عمل می کردند کیفر داده می شوند؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. و قوم موسی بعد از رفتن او به میعادگاه از زیورهایشان گوساله ای ساختند، جسد بی جانی که صدای گوساله داشت. آیا نمی دیدند که با آنها سخن نمی گوید و به راهی هدایتشان نمی کند؟ آن را به خدایی گرفتند و ستمکار بودند. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. و چون پشیمان شدند و دیدند که به راستی گمراه شده اند گفتند اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد مسلماً از زیانکاران خواهیم بود. ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء
فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. و چون موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قومش بازگشت گفت پس از من چه بد جانشینانی برایم بودید؟ آیا از حکم پروردگارتان پیشی گرفتید؟ و لوح‌ها را انداخت و سر برادر خود را گرفت و به سوی خود کشید. هارون گفت ای پسر مادرم، به راستی این قوم مرا در تنگنا قرار دادند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند، پس با من کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسا گفت پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خیش داخل کن و تو مهربان ترین مهربانان هستی. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. به راستی کسانی که گوساله را به خدایی گرفتند به زودی خشمی از پروردگارشان و ذلت و خاری در زندگی دنیا به آنها میرسد و این چنین دروغ پردازان را کیفر می‌دهیم. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. و کسانی که مرتکب کارهای بد شدند سپس بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند، همانا پروردگار تو پس از آن مسلماً آمرزنده مهربان است. ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. و چون خشم از خاطر موسی فرو نشست الواح را برگرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگارشان می ترسند. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. و موسی از قومش 70 مرد را برای میعاد ما برگزید، پس هنگامی که زلزله آنها را فرا گرفت و همه مردند، موسی گفت پروردگارا اگر می‌خواستی پیش از این آنها و مرا هلاک می‌کردی، آیا ما را به آنچه نادانان انجام داده اند هلاک می‌کنی؟ این جز آزمایش تو چیزی نیست، هر که را بخواهی به وسیله آن گمراه می‌سازی و هر که را بخواهی هدایت می‌کنی. تو یاور و کارساز مایی، پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی.
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. و برای ما در این دنیا و در سرای آخرت نیکی مقرر فرما، ما به سوی تو بازگشتیم. خداوند فرمود عذابم را به هر کس که بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است، پس آن را برای کسانی که تقوا پیشه میکنند و زکات میدهند و کسانی که به آیات ما ایمان میآورند مقرر خواهم داشت. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آنان که از این رسول خدا پیامبر امی پیروی می کنند که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است نوشته می‌یابند، آنها را به کارهای خوب و پسندیده فرمان می‌دهد و از زشتی و کارهای ناپسند بازشان می‌دارد و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌گرداند و پلیدی‌ها را بر آنان حرام می‌کند و بارهای سنگین و قید و زنجیرهایی را که بر آنها بود از دوش آنها برمی‌دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنانند که رستگارند. قل یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بگو ای مردم، من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم، آن خدایی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست، معبود راستینی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پس به خدا و فرستاده اش آن پیامبر امی که به خدا و کلماتش ایمان دارد ایمان بیاورید و از او پیروی کنید، باشد که هدایت شوید. و من قوم موسی امت یهدون بالحق و به یعدلون
و از قوم موسا گروهی هستند که مردم را به سوی حق هدایت می کنند و به آن حق عدالت و حکم می کنند. و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما و اوحینا الى موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و آنها را به 12 قبیله گروه گروه تقسیم کردیم و به موسی آنگاه که قومش از او آب خواستند وحی کردیم که عصایت را بر سنگ بزن. ناگهان 12 چشمه از آن بیرون جست. هر گروهی آبش خور خود را دانست و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرو فرستادیم و به آنان گفتیم از آنچه از پاکیزه ها روزیتان کرده ایم بخورید. آنها با نافرمانیشان بر ما ستم نکردند بلکه بر خیشتن ستم می نمودند. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية و کلوا منها حیث شئتم و قولوا حطه وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. و به یاد آورید هنگامی را که به آنها گفته شد در این شهر ساکن شوید و از هر جا که خواستید از نعمتهای آن بخورید و بگویید گناهان ما را بریز و با خشوع و فروتنی به دروازه درایید. گناهان شما را می بخشم و نیکوکاران را پاداش افزونتری خواهیم داد. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. آنگاه ستمگران آنها این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند و به جای آن کلمه مسخره آمیزی گفتند، پس به کیفر ستمی که می کردند عذابی از آسمان بر آنها نازل کردیم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. و از آنها درباره اهل قریه ای که نزدیک دریای سرخ بود بپرس، هنگامی که آنها در روز شنبه تجاوز می کردند، چون ماهیان آنها در روز شنبهشان که روز تعطیل و عبادت بود روی آب آشکار می شدند و روزی که تعظیم شنبه نمی کردند به سراغ آنها نمی آمدند، این چنین آنها را به کیفر آنچه نافرمانی می کردند آزمایش کردیم.
و اذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. و به یاد آور هنگامی را که گروهی از آنها به گروه دیگر گفتند چرا گروهی را اندرز می دهید که خداوند آنها را هلاک یا به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهد کرد؟ گفتند تا ما را نزد پروردگارتان عذری باشد و شاید آنها تقوا پیشه کنند. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. پس چون آنچه را که به آن پند داده شدند فراموش کردند کسانی را که از بدی نهی می کردند نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند به کیفر آنکه نافرمان بودند به عذابی سخت گرفتار ساختیم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. پس چون از ترک آنچه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردند به آنها گفتیم به صورت بوزینه های خار و مترود درآیید. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. و نیز به یاد آور هنگامی که پروردگارت اعلام کرد مسلماً تا روز قیامت کسی را بر آنها مسلط خواهد کرد که همواره به آنها عذاب سختی بچشاند، بیگمان پروردگارت زود کیفر است، همانا او آمرزنده مهربان است. و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. و آنها را در زمین به صورت گروه گروه پراکنده ساختیم، گروهی از آنها صالح و گروهی غیر صالحند و آنها را با نیکی ها و بدی ها آزمودیم شاید توبه کرده به راه راست بازگردند. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. پس از آنها گروهی غیر صالح جانشین آنها شدند که کتاب تورات را به ارث بردند، متاع این دنیای پست را می گیرند و می گویند به زودی آمرزیده خواهیم شد،
و اگر متاع دیگری همانند آن برایشان بیاید آن را نیز می‌گیرند. آیا پیمان کتاب خدا از آنها گرفته نشده است که بر خدا جز حق نگویند و آنچه در آن است خوانده اند؟ و سرای آخرت برای کسانی که تقوا پیشه کنند بهتر است، آیا نمی اندیشید؟ والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. و کسانی که به کتاب خدا تمسک می جویند و نماز را برپا می دارند پاداش بزرگی خواهند داشت. به راستی ما پاداش درست کاران را ضایع نخواهیم کرد. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و به یاد آورید هنگامی که کوه را همچون سایبانی بر فرازشان برافراشتیم و پنداشتند که بر آنان فرود می آید، و در چنین حالت از آنها عهد گرفتیم و گفتیم آنچه را که به شما داده ایم با نیرو و جدیت بگیرید و آنچه را که در آن است یاد کنید تا پرهیزگار شوید. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. و به یاد آور هنگامی که پروردگارت از پشت های فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری گواهی می دهیم. و این گواهی بدین خاطر بود که مبادا در روز قیامت بگویید ما از این بی خبر بودیم. او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. یا مبادا بگویید پدرانمان از پیش شرک آورده بودند و ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم، آیا ما را به آنچه باطل گرایان انجام دادند نابود می کنی؟ و كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. و این چنین آیات را به تفصیل بیان می کنیم و شاید به سوی حق باز گردند. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. و ای پیامبر بر آنها بخوان سرگذشت کسی را که آیات خود را به او دادیم، آنگاه از آن جدا و آری گشت، پس شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. و اگر می خواستیم او را با آن آیات بالا می بردیم ولی او به سوی زمین و دنیا مایل شد و به پستی گرایید و از هوای خیش پیروی کرد، پس مثل او چون مثل سگ هار است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز هم زبانش را از دهان بیرون می آورد. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند، پس این داستانها را بر آنها بازگو کن شاید بیندیشند. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. چه بد مثلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند و آنها بر خویشتن ستم می کردند. من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فأولئک هم الخاسرون. هر کس را که خدا هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر کس را که گمراه سازد پس آنها زیانکاران واقعی هستند. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. به تحقیق گروه بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده ایم، آنها دلهایی دارند که با آن نمی فهمند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی‌شنوند. آنان مانند چهار پایانند بلکه اینان گمراه ترند، اینان همان غافلانند. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. و برای خدا نام های نیک است، پس به آن نام ها او را بخوانید و کسانی را که در نام هایش تحریف می کنند رها کنید، به زودی آنها کیفر آنچرا می کردند خواهند داد. و ممن خلقنا يهدون بالحق وبه يعدلون. و از میان آنان که آفریده ایم گروهی هستند که به حق هدایت می نمایند و به آن حکم و عدالت می کنند. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج از جایی که نمی دانند گرفتارشان خواهیم کرد. و املی لهم این کیدی متین. و به آنها مهلت می دهم، بیگمان تدبیر من متین است. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة
این هو الا نذیر مبین. آیا فکر نکرده اند که همنشین آنها هیچ گونه نشانی از دیوانگی ندارد؟ او تنها بیم دهنده آشکار است. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه خدا آفریده است نمی نگرند؟ و آیا فکر نمی کنند شاید اجلشان نزدیک شده باشد؟ پس بعد از این قرآن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. هر کس را که خدا گمراه کند پس هدایت کننده ای برایش نیست و آنها را در سرکشی و طغیانشان سرگردان رها می کند. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي پیامبر، در باره قیامت از تو سوال می کنند کی واقع می شود؟ بگو مسلماً علم آن فقط نزد پروردگار من است و جز او کسی وقتش را آشکار نسازد. دانستن آن در آسمان ها و زمین سنگین و پوشیده است و جز به طور ناگهانی به سوی شما نمی آید. چنان از تو سوال می کنند که گویی تو از وقوع آن خبر داری. بگو علم آن فقط نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بگو من مالک سود و زیان خیشتن نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد و اگر غیب می دانستم خیر و سود بسیاری برای خود فراهم می ساختم و هیچ بدی و زیانی به من نمی رسید. من کسی نیستم جز بیم دهنده و بشارت دهنده ای برای گروهی که ایمان دارند. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اوست که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از خودش پدید آورد تا در کنار او آرام بگیرد. پس چون مرد با همسرش آمیزش کرد، حملی سبک برداشت، پس مدتی با آن حمل گذرانید و چون سنگین شد،
هر دو زن و شوهر به درگاه الله پروردگارشان دعا کردند که اگر فرزندی تندرست به ما بدهی مسلماً از سپاس گزاران خواهیم بود. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. پس چون خداوند فرزندی تندرست و شایسته به آنها داد، برای او در آنچه به آنان داده بود شریکانی قرار دادند، پس خداوند برتر است از آنچه شریک او قرار می دهند. ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون. آیا چیزی را شریک می گیرند که چیزی را نمی آفریند و خودشان مخلوقند؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. و نمی توانند آنها را یاری کنند و نه خودشان را یاری می دهند. و این تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیروی نمی کنند، برای شما یکسان است خواه آنها را دعوت کنید و یا خاموش باشید. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. بیگمان آنهایی را که غیر از الله میخوانید بندگانی همچون شما هستند، پس آنها را بخوانید اگر راست میگویید، پس باید دعای شما را اجابت کنند. الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا پاهایی دارند که با آن راه بروند؟ یا دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند؟ یا چشمانی دارند که با آن ببینند؟ یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟ ای پیامبر، به مشرکین بگو شریکانتان را بخوانید، سپس بر ضد من تدبیر و نیرنگ کنید و مرا مهلت ندهید. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. همانا یاور و سرپرست من خداوندی است که این کتاب را نازل کرده و او یاور و کارساز صالحان است. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. و کسانی را که به جای او میخوانید نمیتوانند شما را یاری کنند و نه خودشان را یاری دهند. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید سخنانتان را نمی شنوند
و آنان را میبینی که به تو نگاه میکنند در حالی که نمیبینند. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. ای پیامبر، گذشت را پیش کن و به نیکی فرمانده و از نادانان روی بگردان. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. و اگر از سوی شیطان وسوسه ای به تو رسد، به خدا پناه ببر، بیگمان او شنوای داناست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. همانا کسانی که پرهیزگاری میکنند چون وسوسه ای از شیطان به آنها برسد، به یاد خدا می افتند، پس ناگهان بینا می گردند. و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. و برادرانشان از شیطان آنان را به گمراهی می کشانند، سپس در این زمینه کوتاهی نمی کنند. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. و چون آیه و معجزه ای برای آنان نیاوری، گویند چرا خودت آنان را برنگزیدی؟ بگو من فقط از چیزی پیروی می کنم که از پروردگارم به من وحی می شود. این قرآن حجت ها و بینایی از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت است برای گروهی که ایمان می آورند. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. و چون قرآن خوانده شود، پس به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت شوید. و اذکر ربك فی نفسك تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلین. و پروردگارت را در دل خود با تضرع و بیم، نبا صدای بلند، در صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. همانا کسانی که در نزد پروردگار تو هستند از عبادتش تکبر نمی ورزند و او را به پاکی یاد می کنند و برایش سجده می کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
و اطیعوا الله و رسوله این کنتم مؤمنین. از تو درباره انفال سؤال می کنند، بگو انفال از آن خدا و پیامبر است، پس از خدا بترسید و میانی خودتان را اصلاح کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل می کنند. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کسانی که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اینان مؤمنان حقیقی هستند، برای آنان درجاتی پیاپی نزد پروردگارشان است و همچنین آمرزش و روزی فراوان و نیکو در بهشت است. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. همان گونه که پروردگارت تو را به حق از خانه‌ات بیرون آورد در حالی که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. آنها پس از آنکه حقیقت آشکار شد درباره حق با تو مجادله می کنند، گویی به سوی مرگ رانده می شوند و خود می نگرند. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. و بیاد آورید هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه نصیب شما خواهد بود و شما دوست می داشتید که کاروان غیر جنگی برای شما باشد و خداوند می خواست با سخنان خیش حق را پایدار کند و ریشه کافران را قطع کند. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تا حق را ثابت و باطل را از میان بردارد اگرچه گناهکاران ناخشنود باشند. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. به یاد آورید هنگامی که از پروردگارتان یاری می خواستید، پس او خواسته شما را پذیرفت و فرمود من شما را با 1000 از فرشتگان که پیاپی فرود می آیند یاری می کنم.
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. و خداوند این یاری و مدد را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد، وگرنه پیروزی جز از طرف خدا نیست، به راستی خداوند پیروزمند و حکیم است. اذ یغشیکم النعاس امنة منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. و به یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که آرامشی از سوی او بود شما را فرا گرفت و از آسمان آبی بر شما فرو فرستاد تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهای شما را محکم بدارد و گامهایتان را با آن استوار کند. اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم، پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم دارید، به زودی در دل کسانی که کافر شدند ترس و هراس می افکنم، پس بر فراز گردنها بزنید و همه انگشتانشان را بزنید. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند و هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند پس خداوند سخت کیفر است. ذلكم فذوقوه وان للكافرین عذاب النار. ای کافران، شما این عذاب و مجازات در دنیا را بچشید و بدانید که برای کافران در قیامت عذاب آتش است. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای کسانی که ایمان آورده اید چون با انبوه کافران روبرو شوید پس به آنها پشت نکنید. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. و هر کس در آن روز به آنها پشت کند مگر آنکه برای حمله دوباره یا به قصد پیوستن به گروهی دیگر باشد به خشم خدا باز گشته است و جایگاه او جهنم است و چه بد جایگاهی است. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. پس شما آنها را نکشتید بلکه خداوند آنها را کشت و هنگامی که به سوی آنها خاک و سنگ انداختی تو نینداختی بلکه خدا انداخت تا مؤمنان را به آزمایشی نیکو از جانب خود بیازماید بیگمان خداوند شنوای داناست. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. این واقعه چنین بود که دیدید و بدانید که همانا خداوند سوس کننده مکر کافران است. این تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ای کافران، اگر خواهان فتح و پیروزی هستید پس بیگمان فتح و پیروزی برایتان آمد و اگر دست بردارید برای شما بهتر است و اگر باز گردید ما هم باز خواهیم گشت و گروه شما هرچند زیاد باشد شما را بی نیاز نخواهد کرد زیرا که خداوند با مؤمنان است. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ای کسانی که ایمان آوردید خدا و رسولش را اطاعت کنید و از او روی نگردانید در حالی که سخن او را می شنوید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. و مانند کسانی نباشید که گفتند شنیدیم حال آنکه آنان نمی شنیدند. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. همانا بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که نمی اندیشند. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. و اگر خداوند خیلی در آنها می دانست قطعا به آنان می شنواند و اگر هم با این حال به آنان می شنواند باز روی می گرداندند و اعراض و سرپیچی می کردند. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیامبر او را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی فرا می خواند که شما را حیات و زندگی می بخشد و بدانید که خداوند میان شخص و قلب او حایل می شود و بدانید که به سوی او محشور خواهید شد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
و از فتنه‌ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بلکه همه را فرا می گیرد و بدانید که خداوند سخت کیفر است. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. و به یاد آورید زمانی را که شما در روی زمین اندک و ناتوان بودید، می ترسیدید که مردم شما را بربایند، پس خداوند شما را پناه داد و با یاری خود شما را تأیید و تقویت کرد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید، شاید شما سپاسگزار باشید. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر او خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود در حالی که می دانید خیانت نورزید. واعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة و ان الله عنده اجر عظیم. و بدانید که اموال شما و اولاد شما وسیله آزمایش است و همانا خداوند است که پاداش بزرگ نزد اوست. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از خدا بترسید برای شما راه نجات قرار می دهد و گناهانتان را می پوشاند و شما را می آمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش بزرگ است. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. و به یاد آور آنگاه که کافران در باری تو نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا تو را بکشند و یا از مکه بیرونت کنند، آنها چاره و مکر می اندیشیدند و خدا هم تدبیر می کرد و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. و چون آیات ما بر آنها خوانده شود گویند همانا شنیدیم، اگر ما هم بخواهیم مانند آن را میگوییم، اینها جز افسانه های پیشین یا نیست. و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم.
و به یاد آور آنگاه که گفتند پروردگارا اگر این قرآن حق است و از جانب توست پس از آسمان سنگی بر ما بباران یا عذاب دردناکی بر ما بفرست. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. و تا تو ای پیامبر در میان آنها هستی خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد و نیز تا زمانی که استغفار می کنند خداوند عذابشان نمی کند. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا یعلمون. و چرا خداوند آنها را عذاب نکند حال آنکه آنان مردم را از مسجد الحرام باز می‌دارند در حالی که آنان متولیان و سرپرست آن نیستند. متولی و سرپرست آن تنها پرهیزگارانند ولی بیشترشان نمی‌دانند. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و نمازشان نزد خانه کعبه چیزی جز سود کشیدن و کف زدن نبود پس به کیفر کفرتان عذاب را بچشید. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. براستی کسانی که کافر شدند اموالشان را برای باز داشتن مردم از راه خدا خرج می کنند پس به زودی همه را خرج می کنند آنگاه مایه حسرت و پشیمانی بر آنان خواهد بود سپس شکست می خورند و سرانجام کسانی که کافر شدند به سوی آتش جهنم رانده می شوند. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. تا خداوند پلید را از پاک جدا سازد و پلیدان را روی هم بگذارد آنگاه همگی را متراکم سازد و سپس یک جا در دوزخ قرار دهد اینها همان زیانکاران واقعی هستند. قل للذین کفروا این ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و این یعودوا فقد مضت سنت الاولین. ای پیامبر به کسانی که کافر شدند بگو اگر از کفر و دشمنی دست بردارند گذشته هایشان آمرزیده می شود و اگر به همان اعمال خود باز گردند پس بیگمان سنت و روش خداوند در باری پیشینیان گذشته است. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنت و یکون الدین کله لله فإن انت
انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. و با آنها پیکار کنید تا فتنه شرک ریشه‌کن شود و پرستش و دین همه از آن خدا باشد. پس اگر آنها از شرک و آزار و اذیت دست بردارند، خداوند به آنچه می کنند بیناست. و این تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولا و نعم النصير. و اگر سرپیچی و روی گردانی کنند، پس بدانید که خداوند سرپرست و مولای شماست. چه نیکو سرپرست و چه نیکو یاوری است.